قاعده يا كيف قاعد سلام و وقت همه شما دوستان بخیر. بازم ما و همکار خوبم سمیه جان اومدیم امروز کرته سخی و زیارت سخی که خودتون میفهمین که زیارت سخی یکی از مشهورترین زیارت ها در شهر کابل است که همیشه بسیار بیربار می باشد، خصوصا روزایی که مناسبتی مثل سال نو زیاد بیربار می باشد. زیادی از هموطنان عزیز ما میاین، مثلا یکی از مراسم ما مراسم جنده بالا است که از هم سال در سال نو برگزار میشه و خیلی از مناسبت های دیگه. و امروز ما و همکار خوبم سمیه جان اومدیم که معلومات دیگه برتون از زیارت سخی داشته باشیم که دیگه چی مناسبت های است که زیارت برگزار میشه و دیگه چی چیزا را داره. خیمه را تا آخر دنبال کنین و بیننده برنامه ما باشین. سلام خدمت تمام عزیزایی که ما را بیننده هستن، انشالله که هر کجا هستین خوب باشین. امروز قسم که رنا جان گفت آمدیم به زیارت کارته سخی که از آب و هوای سخی ببینیم که چه قسم است. ما را تا آخر برنامه بیننده باشین و برنامه ما را دنبال کنیم. دوستان، قسم که در اول برنامه گفته بودیم که ما آمدیم امروز کرته سخی و فعلا داخل زیارت هستیم. اول گفتیم باشیم یک دفعه بریم داخل زیارت زیارت کنیم، بعد از اون برنامه ما را ادامه میدیم. و دوستان، این قسمت که آمدیم بسیار یک جای مقبول است، خصوصا این پرندگک ها که هستن برشان دانه میتن این طرف طرف که میرن. یا واقعا خشم آمد مدل ماست که برم امی چند دانه را این طرف طرف چی کنم. چه میگن سمیه جان؟ بدوانم شد که بسیار خوبش طرف طرف میرن، خصوصا از بالای سر مکته میشن. خواست مایه جان چطور خودت، کدام وقت دیگه میجا آمدی نامدی قصه که؟ ما زیاد آمدیم در روزای عاشورا، این روزا زیاد می آمدیم، زیاد مردم می آمدن، زیاد بیرو بار می شد. ولی نسبت به وقتهای قبل آلا زیاد فرصت است، زیاد نفر نیست، آرامی است امروز. البته دیگه خو اینا بریم تو مو پرندگا کار تو از مو جایشون شور نتم دلم یخ نمی کنه. تو بریم این طرف کم اینا ما ایران موندم که یارم رای چیه کنم. سمیه چی کنم دقشان
زیاد معصوم هستن دیگه کار نگیره. آه نه نه دوستا بگی بگی بالا نه اینه قسمتم. واو دیدین 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 چقدر خوبش. خو خیر ما او سمای پرگوی نمیکنیم، میریم یکان مواطنه ما که داخل آمدن امروزی ها گپ میزنیم، امروزی ها سوال جواب میداشته باشیم که بخاطر چی میاین دیگه و یکان گپ های دیگه. سمای دیگه ما رفتیم، ما رو بیننده باشین، بیننده باشین. خود دوستای جا یک بدر دیگه ما مستاد است بینم روی زمین گفت بزنیم که بخطر چی آمده. سلام. سلام علیکم. خوب استی جان جور بخیر. بخیر باشی. نامت؟ اسم صفی. صفی جان بخطر چی آمدی زیارت؟ والا اینجا بیکار اسم سرگرمی میواز خانه ما اینجا از دایم اینم اینجا شتگی استیم. اگر بعضی ها در کار میریم کنم روز در کار میریم بیکار باشیم اینجا جای ما. خواه یعنی تو در روزای بیکاری دیگه میای زیارت؟ کدام تو چی میگه دعای خاص کدام کار دیگه؟ نه فقط از بیکاری. نه از بیکاری است دعای خاص خواه از دل من. خواه تو بگم دعایت دعای خاص هست. خواه اینا لو خودت میگی یا ما بگویم دعایت دیگه؟ نه تو بگویم اجازه هست دیگه؟ اجازه. خواه دیگه من تو جا که فکر میکنم دعای امی عروسی خونه کردی نی؟ نه خلاص دیگه واضح است دیگه دعایشون بخاطر چی است دیگه؟ خدا دیگه بگو بخت ما را باز کن. یا کدام تو از دلت؟ نه نه امی پیشتر گفتی نه نه زدل. حالا بگو چرا میشرمی؟ نه نه میشرمم نه. هر روز که بیزود امی داخل زیارت میایی باز دست سنگ زلفقارم کدام وقت تیر شدی؟ نه یک سال یک دفعه دفعه تیر میشه. سال یک دفعه دفعه تیر میشه امی حساب گناه تا میبینی که کدام کار هستی؟ والا خب معلوم نیست گناه ما پاک میشه نمیشه خب ما نه ادا امی فلسفه امورا میفهمی چرا از داخل امو سنگ تیر میشن؟ آه میفهم چیست؟ می گناه کنی تیر میشی می پاک میشه تو چرا قم است؟ نه تو برعکس گفتی. شما میفهمین چی است؟ بله ها چی است؟ اونجا بند میمونی. خب بند کمونی چی شد؟ باید یک چیز قربانی کنی تا باز میگی کنی قربانی میکنم مره لاغو باز دلایت میکنم. خو خیلی قسمی بوده کوکو چرا قم اصلا مفلسفه موسنگ این میگه که اگر بند موندی خیلی که میگه بند موندی با چرا قم بره پس قربانی کنه او تا از اوجا برای چرا قم گفت؟ تا جایی که ما شنیدیم میگه اگر گناهگار باشی اونم اونجا بند میمانی. خودت کدام وقت بند موندی همیجه؟ بله نخیر. چرا قم بله نخیرت من یگان وقت موندی یگان وقت نه؟ نخیر نه یگان سیاساره ای که واقعیت خودش کرده می باشه که همونجا تیر میشه بند میمانه. خب بند میمانه بازو فکر میکنه که من کدام گناه دارم باز کدام سوری را میخوانه دیگه آنت پس تیر میشه. پس تیر میشه. خی اگر بیا میشه گفت بزن. خو خیاگان تو که مثلا چاق نباشه لاغر باشه دیگه گرم کده باشه تیر میشه دیگه. تیر میشه و برکت های سابق نمانده. نمانده نمانده کل چیز برکت. بله بله خاتم کدوم وقت بند موندی؟ نه خیلی نماندی خیلی تو پاک کنم تو صفاستی گناه نکدی. خو تشکر از کلتون. تشکر خو دوستان میریم یکان جای دیگه دیگه خدافزتن. خو هموطنای عزیز آمدیم پیش سنگ ذوالفقار که بسیار یک جای مشهور است که بیشتر کسایی که اینجا میآیند در سنگ ذوالفقار هم میآیند که ببینن از اینجا رد میشن ببینن که کسایی که میگفتن که گناه کرده اینجا بند میمانند کسایی که گناه نکردن تیر میشن. ما و رنا جان آمدیم تیر شویم دیگه. خود دوستایی که است عقیده است عقیده هر فرق هر مردم و هر مذهب فرق میکنه. اینا رو ما و سمیع جان میریم داخل ببینیم که از سنگ تیر شده میدونیم یا نه.
بازم ببینین دیگه. بریم از اینجا بالا بریم. خواه ما دیگه ما تو میریم بالا ببینیم که دیگه کی هست اوجا کی نیست، یا کدام کس در سنگ بند مونده نمونده. ما اوز میجان دیگه سنگ خدا کنه دیگه تیر شویم، خدا گناهی برا بخشه. دوستا آمدیم که تیر شویم از اینجا. گناهکار نیستم من، به خدا گناهکار نیستم. گناه نکردیم، من گناهکار نیستم، بیا دوست داریم. خواه دوستا سمایه جا نگه تیر شد، گناه ندارن، مقصد همینجا بند مانده فکر کنم مقصد تا نیم را آمدیم، گناه بسیار کم است، فقط این در قسمت هکم تیر شدم. خدا یا دیگه بسم الله الرحمن الرحیم. خیر دوستا ما گناه نکردیم خود از بس که چاخ شد. نه بالاخره آمدم، خدا را شکر گناه کار نبودیم، فقط اونم یک قسمت کم بر موندم، کمک گناه دارم، یعنی خدا دیگه مو گناه من بخشه. دفعه دیگه که آمدم چی میکنم تیر میشم، خدا حتما دیگه ببخشه. بیا کدام توی دیگه من موجه هستم بند مانده، مقصد خود پول گناه کرده. کی هست؟ بیا بیا نه سب 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 خواهم وطنان، اینجا دو پدر بزرگ ما را دیدیم که ما تو یک جای بسیار خوبیشم شته بودن، اینا دیگه چایم دارن چاکلیتم دارن دیگه. ما هم گفتیم بیایم همینجا چند قصه کنیم بین خود درباره زیارت و درباره قدامتش و بعضی از موضوعات دیگه. سلام پدر جان. سلام، خوب بخیر زنده باشین، سلامت باشین. زیارت سخی شاه مردان خود حضرت علی علیه السلام وسی رسول الله صلی الله علیه و سلم، دامات رسول الله صلی الله علیه و سلم و یکی از شخصیت های بزرگ جهان اسلام است که ممارزات شایان کرد و آمد مثلا در اینجا و زیارت سخی بنا شده به نام زیارت سخی که منصوب است به حضرت شاه ولایت مآب حضرت علی علیه السلام. بسیار خوب، چقدر قدامت داره این زیارت؟ قدامت از این زیارت در سالیان متمادی بسیار سالیان قبل بود که میگن نظر به مو چیزی که عکس شده در خود زیارت سخی که خرقه مبارک اینجا آورده شده بود، بازم اینجا خواب دیدن که حضرت علی علیه السلام هم اینجا آمده. بناهن مردم از اکنافش افغانستان از قرا قصبات برای زیارت و برای برآورده شدن حاجات اینجا میاین، حاجت های خود از این شخص بزرگ میگیرن و میرن. بسیار خوب، امروز شما هم دیگه آمدین زیارت کردن سیست؟ ما هم آمدیم زیارت کردن کده بچه نواسه کاکای. سلام شما خوب هستین؟ سلام علیکم، شما خوب هستین؟ اسم ما بوستان. خواه شما هم امروز دیگه آمدین بخطر زیارت کردن سیست؟ بله. دیگه من تو بسیار دیگه جای خوبم شده نه چایم دیگه چاکلیت هم دیگه خیلی مم یک چای بندازم دیگه من تو چای خورده گفت میزنیم. خواه سمیه جان. خب دوستا زیاد درباره سنگ ذوالفقار شنیده بودم از لالا جان کاکا جان، خواستم که سنگ ذوالفقار چه قسم داستان داره، از یه چه قسم قصه است کاکا جان؟ ذوالفقار یکی از صلاحی هست که بردست عزت علی علیه السلام بود. حضرت
حضرت علی علیه السلام می باشه و ایسان می باشه سقارم شق شدن به شق است که ایده منصوب به سنگ ذوالفقار یاد میکنن و اینجا مردم بره زیارت میاین زیارتش میکنن. خب ما هم تیر شدیم از اونجا بسیار بسیار به سختی دیگه انشاءالله خداوند شما را حاجت روا بسازه. آکا جان ما شنیده بودیم که میگه کسایی که مثلا گناه کار باشد یعنی گناه کرده باشد از او سنگ تیر شده نمیتونن، باز کسایی که میگه گناه نکرده باشد از او سنگ هم تو بسیار راحت تیر میشن، چطور گپ هست؟ همین گپ راست است یا ای فقط یک عقیده است یا چی است؟ عقیده واری است تک منتا کسایی که اون شما تیر شدین بسیار خوب انشاءالله شما را خدا جد روا بسازه. یکی از معجزات حضرت علی علیه السلام همی سنگ ذوالفقار هم است. خب کاکا جان شما کدوم وقت از اون سنگ ذوالفقار تیر شدین؟ ما چون به زیارت که میم از این که بچه بودم حالا خیلی سال اینجا نامدیم، حالا به حساب خاطرات قدیم اونجا سادوا بود میخوان منقبت خانه از قدیم اینجا بسیار زیاد جای چیز بود پر تجمع بود. خب شما گفتین که از اموی خرد که بودین میمدین دیگه، یک بسیار خوب یک خاطری تا بگین از زیارت خیلی دیگه این چند سال هستین؟ چندین سال است که میاین و میرین؟ حتما دیگه کدام خاطری خوبه یا خدا نخواسته کدام خاطری بد؟ که میای کلش خاطره خوب است. میشه یک چند دانشه بگین با ما؟ مثلا از چی بگم؟ از اموی هر خاطری که داشته باشین خاص دارم بگم این زیارت که میاییم بناس مثلا اینجا بیم همین که زیارت میکنیم خودش در ما خاطره میشه و چون ما دوستارش هستیم بسیار ولایت دوست داریم دیگه همین که میاییم خودش خاطره است و خاطره این قبچه بودم اونجا یک آقای لولنجی میگفت من قبط میخوان قدیما سالایش شاید بگم 57 یا 54 یک آقای کلنگک میگفتیم میخوان و یا باز که خلاص ختم میشد یک پیسه میگرفت دیگه اونجا بسیار مجلس از او گرم بود بازی که آمد یک مجلس سید کلنگک که آمد مجلس از او را سرد ساخت بازی یک کمی ما دمه خاطر است دیگه هم تو سن از او سعی میکردیم که او از به پیسه ایمان خوب کار بود دیگه او هرچی بلند میخوان کس نمی وقت لاس پیکر نبود این خودش تمام مثلا این دومی آمدیم بسیار از این چیزا بود دیگه واقعا زیاد خوب بشت دیگه شما یک خاطری دیگه تانه با یادتان بیارین امروی کاکا جان چند گفتنی میداشه بچه میسیم جان من دیگه یک چای بخورم یک چاکلیت اجازه است بگیرم تشکر خاطرات شما جان زیاد هست از اینجا مثلا نوروزا که میشد مثلا در روزای نوروز اینجا جنده بالا میشد و کل مردم یک آمادگی خاص میگرفت برای اون روز مثلا ما ایامی که طفلی بود خورده ها لباس نو میپوشیدن به خاطر دی که سال نو میشد سال روز نوروز مردم کابل و اکثر مردم های چیز می آمدن برای زیارت و اینجا جنده مولا بالا می شد با یک مراسم شاندار و تمام مردم سال نو یکی به دیگه تبریک می گفتن و از امون روز سال نو به حساب آغاز می شد. شما از وقتی که اینجا آمدین دوران امارات زیاد بیروبار بود مردم زیاد می آمد یا دوران جمهوریت زیاد می آمد به نظر شما چه قسم هستیم؟ وقت یک ذره مردم زیادتر می آمدن کمی قیودات نبود مثلا کسی کلگی می آمدن برای سر خاکا سر قبرا دیگه برای زیارت می آمدن. خب بس تشکر از آردیتان زنده باشید تشکر بسیار زیاد موفق باشید موفق باشید داره بانی تو چی دوستا بیشتر کسایی که اینجا می آین از شورنه خود سخی جان تعریف میکنن آمدیم با پدر جان گپ بزنیم که چه قسم است کاروبارشون چه قسم میگذره سلام کاکا جان سلام علیکم سیم خوب هستیم جان جور خیر خیرت شکر چی گپ هست کاروبارتون چه قسم میگذره شکر است یکدم غلیمت هست بد نیست خوب مقصد ما را نایه و سکت حالی فعلا همی تو سرواز هستیم همینجا خوب کاکا جان از پیش خیمه بودا چه قسم است بیروبار آل زیاد است یا دوران که جمهوریت بود بیروبار بود چه قسم بود؟ او قدر فرق نکده خب؟ او قدر فرق نکده کلیش یک وقت است در جمهوریت هم امیر خم بود آل هم امیر خم است قیمت شور نخطایتان چند است؟ 30-40-50 سودا میکنیم خب چرا رقم پخته میکنین اینا؟ خوی پخته میشه مثل کوچه را اگر دیده باشین فرض مثال همون تو بسیار نرم فقط جوش میتنم جوش میتنم ما به جوش میتنم میشه بسیار نرم نرم آتش
گزارش باشه پخته میشه آن. خوب است، تشکر کاکا جان. سلامت باشی، خیر ببینی. دوستان هم شورنخوت ما رو میخوریم باز. فعلا خداحافظ. دوستا تشکر از شما که بیننده برنامه ما بودین تا حالا. انشالله که همیشه خوب باشین، برنامه ما رو دنبال کنین، ما رو فراموش نکنین و تا آخر ما رو بیننده باشین و لایک سابسکرایب نایادتان نروه. خواه امتنان، این بود برنامه امروزی ما دیگه از داخل زیارت حضرت علی علیه السلام. دیگه بخاطر از این که بیننده ویدیوهای بیشتر ما باشین، چنل یوتیوب رساره حتما سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما را لایک کنین، شیر کنین و کدام انتقاد یا نظر داشته باشین میتونین نوشته کنین. و همچنان این که برنامه بعدی ما درباره چی باشد، ما حتما کامنت هایتون را میخونیم و طبقان عمل میکنیم. تا برنامه بعدی، خداحافظ.